عدنا، مسائل بنیادین نگرش اسلامی. بسم الله الرحمن الرحیم. فرض کنیم کسی معنای کلمه ممکن رو نمیدونه، از ما میپرسه ممکن یعنی چی؟ برای تعریف واژه ممکن براش توضیح میدیم که ممکن چیزیه که ممتنع نیست و مثلا ضروری هم نیست. خب فرض کنیم که او معنای واژه ممتنع رو هم نمیدونه، میپرسه ممتنع چیه؟ یه ممتنع چیزیه که ممکن نیست. به این میگن دور، دور در تعریف، یعنی برای معرفی یک واژه به واژه دیگری مراجعه میکنیم که برای معرفی اون واژه دوم هم به واژه اول نیاز داریم. فرض کنیم میخوایم یه گزاره رو اثبات کنیم که برای اثبات اون به یه گزاره دوم مراجعه میکنیم. اگر برای اثبات گزاره دوم هم از گزاره اول استفاده کنیم دچار دور در استدلال میشه. مثلا برای اینکه ثابت کنیم روی کره مریخ میتونه موجود زنده ای باقی بمونه، اینطوری استدلال کنیم که روی کره مریخ آب وجود داره و هر جا آب وجود داره اونجا میتونه موجود زنده ای باشه. اما اگر از ما بپرسن که به چه دلیل روی کره مریخ آب وجود داره، اگر این گزاره را هم اینطوری اثبات کنیم که روی کره مریخ میتونه موجود زنده ای باشه و هر جا بتونه موجود زنده ای باشه حتما آب وجود داره، پس روی کره مریخ حتما آب وجود داره، این رو میگیم دور در استدلال. دو تا چرخ دنده رو در نظر بگیرید که با هم دیگه درگیرند. یک چرخ دنده در صورتی حرکت میکنه که دیگری حرکت کنه و اگر دومی هم در صورتی بخواد حرکت کنه که اولی حرکت کنه، این هم یک نوع دور هست. حرکت دومی متوقف بر حرکت اولی است و حرکت اولی متوقف بر حرکت دومی. دور چیست؟ اگر بخوایم یه تعریف جامعی از دور بدیم که همه این مثال‌ها رو شامل بشه، میتونیم اینطوری بگیم: متوقف بودن چیزی بر چیزی دیگر به صورتی که دومی هم بر اولی متوقف باشه در همان چیز، با واسطه یا بی واسطه. مثال‌هایی که زدیم توقف دو چیز بر هم بودن بدون واسطه، اما میتونه این دور با واسطه هم اتفاق بیفته. اگر حرکت یک چرخ دنده متوقف بر حرکت دومی باشه و حرکت دومی متوقف بر حرکت سومی و حرکت سومی دوباره متوقف بر حرکت اولی، باز هم دور اتفاق میفته. پس به طور کلی دور توقف دو چیز است بر یکدیگر با واسطه یا بی واسطه، البته از همون جهتی که هر یک بر دیگری متوقف است، دیگری هم بر او متوقف باشد. دقت کنید در همه این مثال ها اون دو تا شیء که بر هم متوقفند باید عیناً یکی باشند و جهت توقف هم عیناً یکی باشه. مثلا اگر گندمی نیاز داشته باشه به کار کشاورز و کشاورز به نحوی احتیاج داشته باشه به اون گندم، اینجا دور اتفاق نمیفته، جهت نیازمندی متفاوته. کسی به دیگری احتیاج داره تا به او ریاضی درس بده و دومی به اولی احتیاج داره برای اینکه به او فلسفه بیاموزه، این هم دور نیست چون جهت نیازمندی متفاوته. پس فرض دور فرض وجود دو تناقض هست و به این دلیل محال هست. محال بودن دور موجب میشه که نتونیم فرض کنیم که دو چیز هر یک علت دیگری باشن از یک جهت، پس دور در علل هم محال هست. یعنی نمیشه فرض کرد که آ علت ب و متقابلا ب علت آ باشه از یک جهت.
ما از ابطال دور هم در اثبات وجود خدا استفاده خواهیم کرد. نکته دیگری که درباره محال بودن دور باید اضافه کنیم، بحث مصادره به مطلوب هست. اصطلاحی که معمولاً درباره استدلال ها به کار میبرند. گفتیم اگر گزاره اول رو با گزاره دومی اثبات کنیم که اون گزاره دوم هم با واسطه یا بی واسطه با گزاره اول اثبات بشه، این هم یک نوع دور هست، دور در استدلال. اما اگر قرار باشه یک گزاره رو با خودش اثبات کنیم، این رو اصطلاحاً مصادره به مطلوب می نامند. مطلوب اون گزاره‌ای که می خواهیم اثباتش کنیم. اگر در مقدمات از همون گزاره استفاده کنیم، در واقع مصادره به خود مطلوب کردیم. مثلا برای اینکه اثبات کنیم که انسان در اثر تعجب می خندد، اینطوری استدلال کنیم که خب کلن بشر اینطوریه که در اثر تعجب میخنده، به خاطر همین هم هست که انسان در اثر تعجب میخنده. این دوتا گزاره در واقع یک گزاره بیشتر نیستن، چون انسان و بشر یک مفهوم بیشتر ندارن. این نوع استدلال رو مصادره به مطلوب میگیم. مصادره به مطلوب هم باطله، یعنی با اون چیزی اثبات نمیشه، به همون دلیلی که دور باطله، چون هم فرض میکنیم که گزاره مطلوب ما ناشناخته است خود به خود، چون میخواییم رو اثبات کنیم، و هم فرض میکنیم که شناخته شده است، چون میخواییم از او برای اثبات خودش استفاده کنیم. پس هم شناخته شده است و هم ناشناخته، که تناقض است. و دور نیازمند بودن ای به بی در ویژگی ایکس است، در حالی که بی خود، بی واسطه یا با واسطه در ویژگی X به A نیازمند باشند. روشن است که نیازمند بودن A در X به B مستلزم دو امر زیر است. A با صرف نظر از B X را ندارد. B با صرف نظر از A X را دارد. در نتیجه طبق تعریف دور، A با صرف نظر از B هم X را دارد و هم ندارد، و همچنین B نیز با صرف نظر از A هم X را دارد هم ندارد، که این تناقض است. پس دور مستلزم تناقض، بلکه مستلزم دو تناقض و محال است. از دلیل امتناع دور به دست می آید که از آنجا که معلول در وجود خود به علت فاعلی نیازمند است، ممکن نیست علت فاعلی در وجود به معلول خود بی واسطه یا با واسطه نیازمند باشد. این را اصطلاحاً امتناع دور در علل فاعلی میگویند. پس بنابر اصر علیت و با توجه به اینکه علت فاعلی از جمله علل حقیقی است، نتیجه میگیریم که سلسله ای طولی متشکل از معلول ها لزوماً واجد علت فاعلی نخستین است، و همچنین سلسله ای که در آن علت و معلول های حقیقی در یک چرخه به هم وابسته باشند محال است. پرواز کن که تفکر تو بال پرواز توست.